بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سهدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی سنف نهم خوش آمدین خب شاگرده عزیز ریاضی سنف نهم هستیم و فصل چهارم چی است عنوان فصل چهار ما و شما مثلثات مثلثات خواندیم دیگه نسبت های مثلثاتی ساین کوساین تانجانت و کتانجانت یک زاویه در را فعلا خواندیم درست است درس, درس چندم میشه امروز درس ما و شما درس ششم اما درسی که امروز ما و شما میخانیم. هدف درس ششم ما و شما از فصل چهارم چی است حل مثلث های قائم زاویه اما معنای از چی است معنای از این است که به ما و شما یک مثلث قائم زاویه میده سوال صحیح و بعضی از اجزا رو به ما شما میده به عنوان مثال زل ما در یک مثلث میفهمیم دیگه زل داریم و زاویه داریم صحیح بعضی از زل ها رو و بعضی از زاویه ها رو میگه دیگه شما دریافت کن ما میتونیم هم با استفاده از قضیه فیثاغورس خواندیم صحیح دریافت کنیم و بعضی وقتها از ساین کساین تانجان و کتانجان هم تا میتونیم استفاده کنیم پس ما باید بریم سر تخته و برای شما مثال کار کنیم که دقیق بفهمیم با اعداد مثال کار میکنیم که بفهمید چه رقم است اما قبل که بریم سر تخته سوال کار کنیم کارخانگی درس گذشته رو ما روان کردین از طریق چی روان میکردین از طریق واتساپ نمبرشم نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی یا کدام پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین نمبر که به شما خواندم درست است پس شاگرد عزیز میریم سر تخته و حل مثلث های قائم زاویه میگیم با اون مثال مثال کار میکنیم که چی هست درست است پس میریم سر تخته خب شاگرد عزیز حل مثلث های قائم زاویه پس من نوشته میکنم درس امروز ما و شما چی است حل مسلس های قایم زاویه خب به عنوان مثال با ما و شما یک مسلس قایم زاویه میده و میگه که یک زاویه خب این که میفهمیم مسلس قایم زاویه یک زاویه که 90 درجه دارد فیست یک زاویه دیگر با ما و شما میگه 40 درجه است اون دیگه زاویه تو پیدا کو چند میشه؟ 50 آفرین چون مجموع زوایای داخل مثلث چند است؟ 180 یک تا زلال به ما و شما میته میگه مثلا یک زل ما و شما چند یک مثلا 20 است 20 سانتی متر دیگار تو پیدا کن صحیح پس دیگار میتونی پیدا کنیم چه رقم دقت کنید مثال گفته که اگر در یک مثلث قائم زاویه یکی از زاویای های حاده یکی از زاویای های حاده چند درجه باشد؟ چل درجه باشد چل درجه و زل مجاور به آن زل مجاور به آن چند درجه باشد؟ زل مجاور به آن با آن مثال چند پنج سنتیمتر متر باشد مثلث را حل کنید به این با شما میگه سوال مثلث را حل کنید یعنی چی حل کنید یعنی <تصفح> که دیگه اجزا را شما باید دریافت کنید چه خبر میشه پس ما شما میریم این حل میکنیم پس ال دقت کنید شگرد عزیز ما چی میکنیم یک مثلث قائم زاویه ای که یک زاویه چل درجه باید بکشیم صحیح یعنی 90 درجه است قائم زاوی است ای باشد ای یعنی باشد بی و یعنی باشد سی یعنی زاوی ما و چند درجه 40 درجه به عنوان مثال صحیح یک مثلث قائم زاویه کشیدیم گفته در یک مثلث قائم زاویه یکی گفته اگر در یک مثلث قائم زاویه یکی از زاویه های حاده 40 درجه باشد پس یعنی 40 درجه است یعنی که 90 درجه است یعنی گفته حاده میفهمید از 90 کمتر دیگه یعنی 40 درجه است و زل مجاور با آن 5 سانتی متر باشه زل مجاور دقت کن شاگرد در سایه گذشته گفته. ما مثلث قائم زاویه داشته باشیم ای سی چیه AB چی است ای بی ما با شما وتر است BC سی چی میشه BC سی بز... بی ما با زاویه B ما شما چی میشه به 40 درجه میشه مجاور مجاور این همسایه نزدیک صحیح است ای سی چی میشه مقابلش میشه صحیح است پس مجاور ما شما منظور ما شما BC سی است گفته BC سی چند است 5 سانتی متر پس من نشون می در اینجا 5 سانتی متر گفته حالا چیکار کنیم حالا گفته شما دیگار دریافت کن یعنی باید ما ای دریافت کنیم ای دریافت کنیم زاویه سی که خب میفهمیم 90 درجه است زاویه ای را باید دریافت کنیم پس در یک مثلث وقتی میگه مثلث حل کو دیگه یعنی دیگه اجزا شما دریافت کو چند است زاویه ها چند میشه و ضلع ها چند میشه اگر در درس های صنف هشتم یادتون باشد ما یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم دو ضلع اش داشته باشیم ضلع سوم میتونیم از رابطه فیثاغورس دریافت کنیم اما در مثال ما فقط یک ضلع داریم صحیح است دو ضلع نداریم ولی به جای از چی یک زاویه داریم یک زاویه چند درجه 40 درجه به ما شما داده صحیح است پس ایرا میتونیم اینو با چی با چی کار کنیم با نسبت های مثلثاتی پس اگر شاگرد عزیز ما دو تا ضلع داشته باشیم با رابطه فیثاغورس دریافت میکنیم صحیح است ولی حال چیکار میکنیم عالی از رابطه از نسبت های مثلثاتی استفاده میکنیم میخوای شرح هم کار میکنم شاگرد عزیز ما چی داریم زاویه 40 درجه داریم و چی داریم 5 سانتی متر ضلع مجاوره داریم خب در نسبت های مسلساتی اما نسبتی که زل مجاور داشت کدام بود؟ ساین بود یا کساین بود؟ ساین چی میشد؟ میشد زل مقابل بر وطر است. اما کساین چی میشد؟ زل مجاور بر وطر پس من ایر باید از کساین استفاده کنم چرا؟ چون زل مجاور ما و شما داریم و ما و شما داده پنج سنتیمتر اگر زل مقابل به ما و شما میداد از چی استفاده میکردیم؟ از از ساین آفرین چون زل مقابل بر میشه خب یا میتونیم از کوساین استفاده کنیم چون زل مجاور در فرمول زل مجاوری بر مطرح است یا از تانجانت هم میتونیم استفاده کنیم چی میشد زل مقابل بر مجاور چون مجاور در فرمول تانجانت هست نه یا کو تانجانت زل مجاور بر مقابل اینو یاد تا در سایه گذشته ما شما نه خب حالا ما چی استفاده میکنیم از کوساین استفاده میکنم پس کوساین دقت کنید پس ما برای چه کار میکنیم میگم که کوساین چل درجه امی زاویه بی ما شما که چل درجه است سیست یک بار ما چی میکنم؟ از این مثلثی که ما شما کشتیم دریافت میکنم کساین چی میشه؟ زل مجاور بر وتر پس زل مجاور ما شما چی میشه؟ پنج سنتیمتر متر پنج سنتیمتر بر وطر وطر ما شما چی است؟ ای بی ای بی خوندم میفهم من نمیشنه ای بی نوشتن میکنم ای بی. ما ایبی رو قرار دریافت کنیم دیگه نه پس ما یک بار از تعریفی که یاد گرفتیم از ساین کوساین و تانجان کوتانجان کوساین 40 درجه میشه زل مقابل زل مجاور که 5 سانتی متر است بالای وتر بالای وتر ما شما ایبی است خب از دیگه طرف چیکار میکنیم از دیگه طرف ما میفهمیم که کوساین 40 درجه را با چون بر درجه با ماشین حساب میتونیم دریافت کنیم در تلفن خود با ماشین حساب دریافت میکنیم کوساین 40 درجه چند میشه پس ما چی میکنیم کوساین 40 درجه در ماشین حساب میزنم خب شاگردای عزیز چیکار میکنین در تلفن خود ماشین حساب باز میکنین و چی رو میخوایم دریافت کنیم کوساین 40 درجه را پس یک بار کوساین از ماشین حساب دریافت میکنیم کوساین 40 درجه را و یک بار از مثلثی که کشیدیم خود ما است پس ما از اینجا دریافت میکنم کساین دقت کنید کساین چند درجه 40 درجه صحیح است مساوی رو میزنیم به ما شما متر چند 0.76 60 44 44 31 صحیح است و ممکنه ماشین حساب شما که در تلفن شماست دقت کنید شاگرد عزیز ممکنه عدد شما کمی بیشتر یا کمتر باشد ولی امی عدد است صحیح فرق نمیکنه ما و شما چیکار میکنیم معمولا تا چه رقم بعد اشاره چی میکنیم روند میکنیم صحیح است که روند در درس های گذشته گفتیم براتون چه رقم است دیگه علی امیر من نوشته باز روند میکنیم در سر تخته ولی یک نکته شاگرد دقت کنید ما و شما موشل که در تلفن خود داره ممکنه بر حسب درجه یا درجه باشد یا رادیان باشد صحیح این رو شما باید بر حسب درجه باشه چون ما و شما جف سا... کسین چند تا می‌خواستیم درجه رو میخواستیم صحیح پس باید چه بر حسب درجه باشد. ولی ده ماشین حساب ما و شما چی است بر حسب درجه است که ما از عدم کسین 40 درجه رو دریافت کردم و چند شد؟ صرف 0.76 60 44 44 31. صحیح است پس من این رو سر تخته نشون درست است؟ پس من سر تخته. خب شاگرده عزیز پس دیدیم که در ماشین حساب زدیم در تلفن و کوساین 40 درجه به شما چند داد؟ سفر اشاره افتاد و شش شست چل و چار چل چار سی و یک ما نوشتن نمی کنیم ولی تا چهار رقم اشار روانداف می خواهیم بکنم شاگرد عزیز روانداف چی رقم است؟ من یک بار دیگه براتون تشریم می کنم روندافه بهش تشریم گفتیم که تا رقم بعد اشاری. یک رقم دو رقم سر رقم چار رقم چار رقم بعد اشاری. اینی میشه چند؟ اینی سفر میشه خب رقم بعد صفر چند است یعنی رقم سمت راست اینی چار است یعنی 4 است یعنی رقم اگر از 4 از 5 بیشتر باشد در این صفر یک تا اضافه میشه میشه یک اما اگر از 5 کمتر باشد کلش پاک میکنه میاره صحیح است عدد ما شما چند است 4 است پس من اینو پاک میکنم پس کوساین 40 درجه تا 4 رقم اشاره چی, چی میشه 0.76 60 صحیح است خب حالی تا 4 رقم اشاره راند را اف کردیم خب حالی دقت کنید پس یک بار ما کوساین 40 درجه را از چی کدم؟ از مثلثی که کشیدیم سوالی که ما و شما داده گفته 40 درجه است زل مجاور چند است 5 سانتی متر گفته دیگار دریافت کن خب یک بار دیگه باز ما از از ماشین حساب کوساین 40 درجه را دریافت کردیم شده این عدد خب کوساین 40 درجه باید مساوی باشد دیگه که ما دریافت کنیم که ماشین حساب با ما و شما میگه باید چه باشد مساوی باشد پس از این هر دو نتیجه میگیریم که 5 سانتی متر بر ای بی باید مساوی باشد با 0.76 60 صحیح است پس در نتیجه ما دران چه نتیجه, نتیجه می که چی نوشتن می که صفر 5 سانتی متر 5 سانتی متر نمی 5 فقط نشون می کنیم 5 بر AB باید مساوی باشد با صفر اعشاری 76 70 خب به مخرج یک می یک تا چی میشه تناسب میشه میتونیم طرفین وسطین کنیم فسیست طرف وسطین کنیم پس AB ضب در 0.7660 مساوی است با 5 ضب در 1 فسیست پس به شک میشه پس AB و اونم باز یک معادله میشه میفهمید دیگه باز اطراف تقسیم بر 0.7660 شف میکنیم. پس AB ما شما به شک دریافت میشه AB ما شما میشه 5 ضب در 1 تقسیم بر 0.7660 فسیست پس میشه AB ما شما میشه 5 ضرب در 1 میشه 5 تقسیم بر 0 اشاره 70 و 6 60 سهیست پس من با ماشین حساب دریافت میکنم این رو ماشین حساب دریافت کنم جوابش میکشم چند میشه میشه 5 تقسیم بر 0 اشاره 70 و 6 60 جوابش ما و شما رو میکشه 6 اشاره 52 افتاد تا 4 رقم اشاره روند اگر بسازم پس ای بی ما و شما مساویست با 6 اشاره 52 74 52 74 تا دو ر... تا 4 رقم اشاری رو روند اف کردم پس یبی رو دریافت کردیم شاگرد عزیز پس چند شد 6.8 52 74 6 خب حال شاگرد عزیز پس ما یبی رو تا اینستم از کسین دریافت کردم از طریق کسین دریافت کردم درست است پس یک بار دیگه شاگرد عزیز دقت کنید کسین 40 درجه را ما یک بار از روی خود شکلی که کشیدیم دریافت میکنیم میشه زل مجاور بر وتر و تا ای بی که نمیدونستیم چند است و یک بار از ماشین حساب استفاده کردیم درست است از تلفن شد 0.7660 آل یارد باید مساوی باشد چون کوساین 40 با کوساین 40 یکی سره دیگه فرق نمیکنه کنه یارد در میمونیم یک تا... یک چی میشه تناسب میشه طرفین واسه تعیین میکنیم ای دریافت میکنیم ای چند شد 6.5274 صحیح پس 6.5274 خب آل ای رو میتونیم هم از رابطه فیثاغورس دریافت کنیم هم از ساین فرق نمیکنه فرق کدوم دریافت کنه فرق, فرق نمیکنه چرا چون فاین 40 درجه میشه ولی مقابل بر وتر ای سی بالای 6.54 ما میکنیم می کنیم یک بار هم با سین 40 درجه از تلفن استفاده می کنیم، سعی از ماشین حساب و یار باز مساوی می مانیم یک تناسب میشه یا می تانیم از رابطه فیثاغورس استفاده کنیم که 5 مربعی رو x می مانیم 5 مربع جمع x مربع مفایز تا با 6.5074 مربع پسور رو توانیم دریافت کنیم درست است خب پس من سعی را دریافت کنم من سعی را دریافت شود شما در کتابچه تن از رابطه فیثاغورس صرف کنید من سعی دریافت می فرق نمی کنه خب پس میران شاگرد عزیز ای سی را من از, ساین دریافت میکنم پس یک بار دیگه ساین 40 درجه ما و شما چی میشه طبق تعریفی که داریم میشه ذیل مقابل AC بالای وتر پس AC ما و شما چند است که نمیفهمیم AC بالای وتر ما و شما هست 6 اشاریه دو افتاد و چار و یک بار دیگه ساین چل درجه ما و شما ده تلفن میزنیم سیست ده ماشین ساب میزنیم چند درجه میشه در ماشین حساب ساین درجه رو بزنیم خب شاگرد از این ساین چل درجه رو, بزنیم. چل درجه رو میزنیم که چند میشه؟ ساین چل درجه پس من سفر رو می کنم ساین درجه هست جواب چند نشه صفر اشاریه شست و چهار بیست و هفت این اگر تا چهار رقم اشاریه رو, رو کنیم دقیقه تا چهار رقم اشاریه. چی میشه؟ شش دو افت. بعد افت عدد بعد افت چند است؟ است از پنج بیشتر است پس اواوار کلشه پاک میکنیم و به ای هفت یک تا اضافه میکنیم پس میشه صفر اعشاریه 64، وچا بسو ۸ش مشه پس صفر اعشاریه شت وچها پس ساینه نوشته میکنیم پس ساین نوشته کردیم ساین چل درجه چند شد صفر اعشاریه ۶ وچ ۲و۸ش تا چهار رقم اشا روانداف کردیم صحیح خب حالا چی میکنیم حالا شاگرد عزیز من یار با مفاهیم میمونم ساین 40 درجه با ساین 40 درجه مفاهیم پس یار دو بعد باشه پس از اینجا چی میگیم میگیم که AC ما و شما چی دریافت میشه دریافت میشه یک از مفاهیم باشه صحیح بعد من نوشته کنم AC بالای 6.52 مساوی است با صفر اشاریه به این مخرج یک میتیم طرف این میکنیم ایسی ما و شما ضرب در یک میشه یردو زرب میشه صحیح؟ پس یردو رو زرب کنیم ایسی ما شما دریافت میشه پس در نتیجه ما کجا نوشتم میکنم در ای بالا نوشتم میکنم پس AC ما شما چی میشه یردو زرب اگر بسازیم زرب کنیم شش اشاره پینجا و دو افتادو چار شش اشاریا دو افتادو چار. داره صفر 64 28 صحیح است 28 جواب ما شما چند شاگرد عزیز میشه 4 اشاریه 19 پس 4 شد پس شاگرد عزیز ما تا هم دریافت کنیم شما میتونید اسیر از رابطه فیساغورس هم دریافت کنید پس من اسیرم هم میکنم پس اسی ما و شما شد چار اشاریه نوزده پینجا و اشت. نوزده و اشت. پس اسی دریافت کردیم بی سی در خود سوال با ما داده بود اسی بی هم دریافت کردیم با چی؟ با ساین و کساین خب فقط چی مانده؟ اینی زاویه که چل درجه هم 90 هست خب اینی زاویه هم میفهمیم، میگم چند میشه هم پیش پینجا درجه گه چون مجموع زوای داخل مثلث با چند باشد؟ باید یکصد درجه باشد درست است؟ پس چرا رقم شد نه؟ پس شاگرد عزیز وقتی میگه مثلث حل کنید شما باید دیگه اجزا یعنی زاو... دیگه زاویه که مانده و زل ها رو دریافت کنید گفتیم اگر دو تا زل داشته باشیم میتونیم از رابطه فیثاغورس زل سوم دریافت کنیم اما هم میتونیم از ساین و کساین دریافت کنیم چون ساین و کساین ما داریم از ماشین حساب میتونیم دریافت کنیم درست است خب شاگرد عزیز یک مثال دیگه کار میکنیم و درس امروز ما شما خلاص میشه پس مثال به ما و شما یک مثلث داده سوال به عنوان مثال به ما و شما یک مثلث میته به این شکل گفته این زاویه 90 درجه است و این زاویه هم 30 درجه است صحیح است و این هم داده به و شما با عنوان مثال داده ده و این داده x صحیح است گفته x دریافت کن x دریافت کنیم چرا خم میشه خب بان من زیلاش نوش... نوشته کنم A بی و سی گفته که اینی مثلث با ما شکل داده گفته اینی زاویه بی سی درجه است گفته شما چه ایکس دریافت کو خب وتر هم با ما و شما ده داده صحیح است حالا 10 سانتی متر چه متر ده یونیت میشه دیگه فرق نمی 10 سانتی متر صحیح خب ما چرا چرا هم کار میکنیم پس رو کار, کار میکنیم ما این چی کار میکنیم از زل مقابل به ما و شما داده مقابل و وتر داده دقیقا چی است مقابل و وتر مقابل از ما خواسته مقابل و بر وتر چی بود ساین بود یا کوساین ساین بود آفرین پس من یک بار میرم چی میکنم از ساین ساینه 30 ساین درجه رو درافت می کنم ساینه 30 درجه از شکل درافت می کنم ساینه 30 درجه چی میشه؟ شه؟ مقابل بر وتر پس میشه x بر وتر ما و شما چند است؟ ده و یک از یک طرف دیگه با mer Good چه 30 درجه رو از ماشین صاب ولی خب ماشین صاب نیاز نداریم ساینه 30 رو ما یاد داریم ساینه 30 درجه چند است؟ یک بر دو صحیح گرایف ای کردن دیگه نه ساین سی 45 60 گفتیم سی درجه 45 درجه و 60 درجه بسیار مهم است باز یاد داشته باشین پس ساین سی درجه یک بر دو قوال ساین سی با ساین سی مساوی از هر دو نتیجه هم میگیریم که چی که X بر 10 مساوی است با یک بر دو صحیح است خب طرف مساوی این کنه یک ضرب در دو میشه دو x مساوی است با یک ضرب در ده میشه ده اطراف تقسیم بر دو میسازیم معادل است دیگه نه در تقسیم بر دو دو با دو خلاص پس x ما و شما میشه چند X ما و شما میشه ده تقسیم بر دو میشه چند میشه پنج پس یک ما دریافت کردیم 5 پس نوشتم میکنم ایکس مساوی است با 5. خب شاگرد عزیز آل چی میگه آل به ما گفته که مثلا اینم نامش میگیریم وای گفته وایم دریافت کنید خب وای دریافت کنید چه رقم میشه یا میتونیم باز از کوساین استفاده کنیم کوساین سی درجه چون میشه زل مجاور بر وطر. و یا میتونیم از رابطه فیثاغورس استفاده کنیم 5 وای ده مثلث قائم زاویه است نه از رابطه فیثاغورس هم میتونید استفاده کنین ده مربع مساوی است با 5 مربع جمع وای مربع صحیح پس من این انجام بدم بعد این را از اردوش کار میکنم هم از رابطه فیثاغورس وای دریافت میکنم هم از کساین دریافت میکنم اگر از کساین دریافت کنم شاگرد عزیز کساین دریافت پس کساین 30 درجه از شکل دریافت کنم چی میشه زل مجاور بر وچ پس وای بر ده وای بر ده صحیح و از طرف دیگه که سی درجه را ما خود ززن خود داریم کسانی سی درجه میشه جذر سه بر دو آفرین جزر سه بر دو یار دور با هم مساوی باونیم. پس وای بر ده مساوی است با جذر سه بر دو در وسط این بسازین دو وای مساوی میشه با ده جزر سه سه است ده در جذر سه دقت کن شاگرد یعنی در در تحت جذر ضرب نمیکنی چون جذر سه یک تا عدد یک پشتش دارد یعنی ده در عدد پشت ضرب میشه میشه ده ضرب یک میشه ده جذر سه است بازی جذر سه نوشته غلط است پس دو وای مساوی است با ده جذر سه اطراف تقسیم بر دو میسازیم معادله است دیگه نه تقسیم بر دو یا تقسیم بر دو اینو دو کرد دو خلاص پس وای ما و شما میشه چند ده با دو حساب کنیم میشه پنج جذر سه پس وایم امتحال هستیم دریافت کنیم پنج از رسه سیست آلی این شما از رابطه فیسه هرس هم دریافت کنیم ده مربع مساویست با پنج مربع جمع وای مربع ما کجا دریافت کنم؟ به بالا نوشته میکنم سیست پس رابطه فیسه اگه دریافت کنم ده مربع مساویست با پنج مربع جمع وای مربع ده مربع ما میشه یک ست پنج مربع بیست و پنج جمع وای مربع 25 دوباره انتقال بدن میشه منفی 25 پس میشه وای مربع ما مساوی است با 75 وای ما و شما چند میشه جذر 75 خب شاگرد از ایده ای از رابطه فیثاغورس دریافت کردم چند شد جذر 75 بی رو بند بیارتا نوشته کنم که پس به شما غلط نشه این اینجا بی است از رابطه فیثاغورس دریافت کردم جذر 75 اما در اینجا پیدا دریافت کردم 5 جذر 3 این دو با هم مساوی است چرا چون جذر 75 به این شکل میتونیم نوشته کنیم جذر 75 جذر 75 رو میتونم نشته کنم که 25 ضرب در 3 25 ضرب در 3 کنم چند میشه؟ 75 میشه سیست خب آلی چون ضرب است بینش جذر رو میتنم جدا کنیم پس این مسایی میشه با جذر 25 ضرب در جذر 3 دقت کنید در ضرب و تقسیم جذر جدا میشه در جمع و تفریق جذر جدا نمیشه سیست خب جذر 25 رو میفهمیم چند میشه؟ 5 میشه پس مسایی است با 5 ضرب در جذر 3 که بین پنج و جزر اج علامه نمانی هم علامه ضرب است پس این همون چند چند است پنج جذر سه است پس فرق نمی کنه. که من از رابطه فیزاگور سریف کنم یا از کساین استفاده کردم درست است پس این هم چی درس امروز ما و شما حل مثلث چی قائم زاویه به ما و شما یک مثلث میته بعضی از اجزا رو میگه دیگار شما چی کن؟ دریافت کن درست است پس حل مثلث قائم زاگر هم فام درس امروز ما شما چی میشه خلاص میشه پس من تیک مارک میکنم اما موضوع مهم و شیرین کار خانگی تمرین های صفحه 118 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساپ نمبر شما چند است 20964 780 255 413. درست است خب شاگردای عزیز پایان درس ششم از فصل چهارم شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر خیر باشین وقت خوش خدا نگهدار